یو تور گفتم معمولا که موتر روشن ای کل عجب باید دیر بگیری خو گفتن همیشه یک زمان موتر دگیر باشه تو سویج نیش خبر نمیشه سک چی اتفاق مفته ما بر دوستا کار نمیشه یک پای خونه میگری تو دکلچ ای دگیر یک است سک چی کار میشه دیدی؟ پشت ما میره یک دکلی کم میاد کرتو خب برو کلج باید بگیری اول کلج کنم بود؟ آفرین بگر تا آخیره گیر یک بار تو آفرین آفرین دو آفرین مرکز سه دانه از او افسله و ابزار داره اونو وسطیشی به گفته مردم سابق قسم کرد اون غلنش بریگه اول همونو غلنه بریگه خب که میبینی این قسمی که میبینین سر از این مرک دام این شماره داره یک دو سه چهار پنج این یار یا ریورس ما برشم تشدینم که چیه نادره جان خوب دقیق باش کو یک به این معنا که گیر یک این به این معنا که این گیر یک دیشینگ است یا تمام چیز مردم سابق قسم کرد میگفت چپلقاش لغت تو رفیدش دور بدی اون موتروانیه دوستان گرامی درود سلام وقت بخیر ان شاء الله که دارای صحت و عافیت کامل باشین دیگه در گوشه و کنار دنیا کسی نزاسی و گزند روزگار در امان ما و نادره جان امروز در بازار آزاد میریم تصمیم گرفتیم که نادره جان یک موتروانی رد بگیره باش ببینیم که نادره جان چی میتونه خیلی شوقی ما یاد میگیره یا نمیگیره هرچی کار آسان نیست که در یک روز شوه خوی انشالله روز یک معرفی کلی میکنیم از محترم بله بیننده های عزیز سلام وقتتان بخیر امید خوش آرام باشید امروز مرا جان یک موتروانی یاد میتا باش یاد میگیرم یا نه با دوستا کار تو شروع نمیدیم گونا در جان بیشترش دیم دوستای عزیز پیش ازی که شروع کنیم بخیرم یک دفعه چوکی را نادره جان آماده کنه چوکیم خب معمولا از دو جای آرام میشه دو قید را قید نیست که چوکی را پس پیش نه و یکی دیگه می نیز بغل که میر پیش سر آدم جور نه که آدم آیار کنه تا پای آدم در بریک و کلاج چیزا برسه نادره جان تو اولا مو چوکی را زیر بگیره پیش کش که سای جور که خوده لی خود آفرین اون یک قید دیگه دو بغله مورم بگیر پیش سرم جور آفرین سایه شده میل پای مایت مرسه؟ صحیح. خب بیننده های عزیز ما فقط شروع نیم موتر کار خود فقط ابتدایی فعلا که یک نفر نو میخواد موتر یاد بگیره چی کارا رو معمولا انجام میده موتر خیلی وسایله و ابزار بیرون داره هر طرف از اون مثلا هر جوش سعی کنی یک علامت داره کو یک معنای خاص میده مثلا بیرون چندین چراغ داره کو برای چی بار ان شاء الله در ویدیو بعدی باز برش معرفی نم فعلا که ما فقط معرفی نم که نادره جانم باید بفهمه موتر معمولا دو نوع یک موتر اتومات یک اتومات یک گیر اوتومات کسی معمولا نزید ابزار که اونو میبینین دو دانه داره خو یکش کم جای کلاج و بریک کار میده و که دیگهش هم ریز اکسیلیتر یا هر چیزی که خود چون مگین امویه دیگه یه نال موتر ما گیره نادره جان خو گیر کس تا سه دانه از او ابسله و ابزار داره اون وسطیشی با گفته مردم سابق قسم کرد اون غلنش بریگه حالا اونو غلنه بریگه خو که میبینی اونو طرفی کلاجه کلاج وظیفه‌ش یه و زمانی که موتر را دگیر میندازنی باید دور بگیری تا ای دگیر انداختش نه او خود از ارتباط مستقیم داره خب و بریگ یعنی خودت مفهمی چی زمان آدم بریگ کنه چی زمان و ریزم یعنی یا اکسیلیتری طرفیشه زمانی که دگیر انداختی پای راست خو میگری دبلی اکسیلیتر کلاج آستای لنی دگیر میندازی که موتر حرکت کنه سایه خب حال فهمیدی؟ معمولا در اوتومات که بود دو دنه بود نه؟ دگیر کس سه دنه اوتومات کس معمولا قد یک پای مردم و مو یک پای راست کار نه خو بعضی کسا عادت داره که پای چپ کار نه خو گدودی میشه و نظر د عادت کسه گیر دوستا این قسمی که میبینین سر از این مرک دام این شماره داره یک دو سه چهار پنج این یار یا ریورس ما برشم تشدینم که چیه نادره جان خوب دقیق باش کو یک به این معنا که گیر یک این به این معنا که این گیر یک دیشینگ است یا پس در جایش میری حالت نورتال نرمال نورتال دو به این معنا که این دیینج خط زده که دیینج ای دو دیدی؟ پس در جایش باید بیاری ره وقت زمانی که دگیر شوشورک نمونه مستقیم میزنی اینی شد سه اینجا دیگه شوشورک نکرد دیدی پس گفتم مستقیم چهار باید در حالت عادی بیاری هر دفعه گیر تبدیل نی باید پس در جای عادی خب باید اینی چهار سه شد اینجا هم شوشورک نمونه پس در جای خودش مبری این میشه نوتل میشینی دیگه گفت موتروانا میگه موتر نوتل کو نوتل به این معنی از گیر برکو گیر پنج کستا این دیشینگ این پنج سه گیر فهمیدی این پنج گیر موتورا معمولا کستا همین موتورای خود پنج گیره یه دیگه اتومات کسته یک دونه این مزید داره که اون پس پیش اون دو اتومات خودش تبدیل از نامش معلومه که اتومات این گیره تو هر دفعه بخوای موتور سرعت کم و زیاد کنی باید گیر شی گیر اول حرکت نی گیر دو میخوای تستر بره گیر دو تستر گیر سه اینی رقم لیورس فامید یعنی آر این دایی گوش کش میشه رو برو یا طرف مقابل چپ از این پنج لیورس
ایشود لیوارس فامیدی ره؟ وظیفهشم فامیدی؟ اورم فامیدی؟ اینی ره که میگه ای بریک دیستی یا ترمز دیستی یا این بریک معمولا فرق نه کشورها فرق نه لهجه فرق نه ما این بریک میگیم یعنی باید بال کش کنی سر زیر میگیری تا تاکنی موتر ما را دیم این حرکت کرد پاس استارت شد ایده زمانه خیلی جای کار میده موتر پارک مونه یک جای طرف یک جای رایی موتر خاموش ایر کش مونه که موتر پیش نره یکان حادثه بعض جای خیلی زیاد استفاده میشه معمولا این کاربرد خیلی زیاده بریک دیستی خیلی زیاد زود کار میده دیستی زمانی که حادثه خیلی خطرناکش نه یا یک جای بریک میخوای بریک کار نمیده همزمان او ایرم کش مونی این دو بریک هم میشه جای به جای موتر استاد نه فهمیدی خب بخیر دیگه شروع ما استون کار خور پشما میره دیگه میاد کرتم خب برو کلاج باید بگیری اول کلاج کدام بود آفرین بگیر تا آخره گیر یک بار تو آفرین آفرین دو آفرین سه خب پس تجایش میری آفرین چار نام خدا آفرین پس تجایش میری پنج نام خدا لیوارش میره لیوارش سایش آفرین بیل سایش پس در جایش بر خوال بخوای موتر را حرکت کنی زمانی که موتر را روشن مونی این سویچی دیدی لاک و سی سی واش ما کار ندیم در جزیات نموریم خیلی گپا داره که انشالله در ویدیوهای بعدی بخیر برای بینندا شریک می تو اول موتر را میشه سعی کو که وقتی روشن مونی بخوای روشن کنی این رسل نی که در گیر نباشه اگر تو امال امیر در گیر پرت که سویچ کنی موتر چوب مونه پیش یا تو کلاج پای تا آخر را بگیری روشن کنی یا که این رسایل که معمولا این دوالتی نوتل بیار این حال بگیر کلی را حرکت مونه بخیر این رخ مفامی وظیفش چیه اشترینگ یا چرخ تمامی چیز مردم سابق قصه میکرد میگفت چپلقایش لغت تو رفیدهش دور بیدی اون موتروانیه اون طرف نیه یعنی میوم رفیدهش یا اشترینگ کنترول معمولا در دست دهیه بخوای کدام طرف بری ای طرف دور دادی ای طرفوش خودت مفامی دیگه خب بینندگان عزیز برای فعلا خود چند چیز معرفی کردیم گیر گفتیم و این بری که گفتیم موسیج تن ابزار وسیله کار از وایفش گفتیم فقط نادر جان تو باید اینی رو بفهمی اینی خب این وظیفه زی اشاره یعنی سل کو اشاره طرف طرف دور مخی باز بیرون تو چراغ نشان میدیم چی وظیفه داره دیگه فعلا جزئیات نموریم خب یعنی طرف زدی به این مناک ما این طرف دور مخرم یعنی دیست خیر اگر این پاس پایین زدی به این مناک ما اون طرف دور مخرم بعضی گلای های دور مخری یا تو یک جای استاد نی از این خیلی استفاده می سایه این باید بفهمی این بر پاک کی وظیفش باید بفهمی که اینیه زمان کرکن در میش شد بر پای بارش دیگه تو ایر میزنی که پاک کده بوره که تا حادثه خدا اینک نه نکنی خب و یا که دیگه نادر جان اینی خب اینی علامت سرخ دیدی نه این معمولا جای استفاده میشه این قد از این اشاره خیلی مرتبطه خب علامت های جا کسته اینی دو تا نه اینی جا کسته که زدی بازو کار میده چق 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 که من دیدی یگان ای به این مانو وقتی که تو زدی که زیادتر کاربرد از این میه که ما مستقیم مورم سایه یعنی مستقیم حرکت کنم نه این طرف مورم نه این طرف یا مستقیم و بعضی وقتا هم در روسیه های دیگه به اون جای متفاوت دیره خب بعضی حالت های خطر یا بعضی وقتا در دیست یک نفر بیدیست مورد خب معمولا در ترافیکی باز انشالله کورس زور که خوندی اوش باز یاد میگیری این فعلا مهم نیه فعلا ما تو عملا کار خوشدن بخیر موتر روشن نمی بینیم که چی رخم میشه و دیگه نادره جان خب در موتر کسی این سیدن آینه و از این فشت باید بفهم سی آینه چیه اونو آینه دیده او طرف موتر تو نشان سلک طرف از اونو پوش سر تو نشان به این منو دار مقیار جمهوری پوش سر سعی کنی که حادثه نکنی خب و یک دیگه هم کسته اینی و آینه ای رو باید بفهم میان مو اردو از این فشت دو طرف نشان میده خب و دیگه اینیم اینی زیادتر کسا از استفاده که پوش سر نشان میده دیدی تو این دهی سعی نگه از پوش سر چی مایه نمیه معمولا چشم موتروان کسته اینمی چندن آینه ای. و بیننده عزیز پیشتر هم قسمی که گفتم نادر جان پای خیلی طرف که دفعه بیننده هم ببینه یه طور گفتم معمولا که موتر روشن نی ای کل عجب باید دیر بگیری خب گفتن همیشه یک زمان موتر دگیر باشه تو سویج نیش خبر نمیشه سه که چی اتفاق مفته ما بر دوستا کار نمیشه یه پای خونه میگری تو در کلاج ای دگیر یک هست سه که چی کار میشه دیدی؟ موتر حرکت کرد خدا این اگه دیگه نادسم نه معمولا پای خونه میگری میگر کلاج از گیر برگ فکر دینج باشه میشه این ای حالت نوتال باشه اگر نوتال هم نبود معمولا که روشن نی عادت تو باشه می پاش بده کلاج بگیر سایه یگان فکر نی وشتو گه دیگه که حرکت نه لغت نه و اینال بخیر ما تو شروع نیم کار تو موتر روشن کن و دستا باشت کم کم یاد گرفته و باشت حرکت نیم بخیر کلاج خوب تا آخر مکم میکیم
تو بخوای موتر حرکت کنی ایرم از پیش فامیدی ایرم چیز کار نمیال بری بیننده بگو بخوای حرکت کنی اول روشن میلیم که لاج ما کم میگریم آفرین بس به گریاک میزنیم کم کم ریز بدیم آفرین خب امید کار کملی همی کار را آفرین خب اونو کلاج گرفتی تا آخر سایه آه به گریاک میندازی آفرین یعنی بری که دستی تیر خود تانی تا که میرم ریز میکریم که ما کلاژ ایلم بریم چطوره به نظر تو خوب ترس کرده ساده یا نه سخته ساده یا گردار کم سخته مسلمانی ساده یا بیننده های عزیز خوب شد مترانی کم کم یاد گرفتم با کمک حبیب جان دیگه مترانی زیاد سختم نیست اول خود زیاد استرس داشتم ترس خود بدو دیگه متر خود زیاد وسایل زیاد تره خونم شد یک روز ما بردتان معرفی کنیم دیگه عبیب جان بسیار و حوصله مندی ما را امروز یاد داد چطور عبیب جان؟ خوب شد که دقیقه یک معرفی کلی حاصل گیدی چطور شد یاد گرفتی به نظر تو بینیندار حال تشویق همونی یا نه یا دختران معمولا که کار آسان است سخت است استرس داشتی چی رقم بود؟ نه زیاد مشکل هم نیه خلاصه های موتر گرداره کم سخت است موتر اتومات مگه زیاد آسانه خب از تو مگلن نیست دیگه بخاطر که اولین دفعه بوده او مخصریش ترینگ و چوکیشتی اما حداقل معلومات کلی حاصل کدی خب بیننده های عزیز این همیشه که ما در یک ویدیو در کل موتر معرفی کنم ابزارها و وسایل زیر بگیم خویا معمولا کاربرد جاهای متفاوت داره هر چیز وسیله از خود یک تعریف متفاوت داره درس متفاوت داره که معمولا کسایی که لیسانس میگیره چندین روزها درس عملی و نظری زیر میخونه تا یاد بگیره دیگه خوب شد نادره جان یک کم یاد گرفت دیگه بیننده های گرامی شما رو میسپارم به خداوند یکتا و بی‌نیاز بیشتر از این وقتتان هم میگیرم الله حافظ ویدیوهای ما رو بیننده باشید چینال ما رو سابسکرایب میخواهید از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر شوید زنگوله رو فشار بدید خدا حافظ وقتتان خوش